با عرض دور و عدب خدمت شما هموطنان عزیز و عجمانی به نظر می رسد که سالی پر از ماجراهای گوناگون در پیش داریم سالی که پایان آن حداقل تا این لحظه که من خدمتتون صحبت میکنم نامعلوم است این را نه فقط از ماجراهای داخل ایران بلکه از ماجراهای جهانی میتوان تشخیص داد و فهمید خاطرتون هست بعد از اون که چین یکی دو بار همراهی کرد با گروه هایی که مذاکرات اتمی را با حکومت اسلامی انجام میدادند و حکومت اسلامی همچنان یک دندگی به خرج داد از میزان خرید نفت از ایران کم کرد بگونه که سال گذشته میزان فروش نفت حکومت اسلامی اساسا میزان تولیدش به 800 هزار بشک در روس رسید همان کشوری که روزی 5 میلیون بشک نفت تولید میکرد اینک از یک دو ماه پیش چین به شدت مشغول خرید نفت از ایران شده است یعنی نه تنها آن میزانی را که کم کرده بود جبران کرده است بلکه بیشتر از میزان قبلی نفت خریداری می کند رئیس جمهور جدید چین در اولین سفر خارجی خود به روسیه رفت تا در مورد خرید نفت از روسیه مذاکره کند همگان می دانید که چین در تمام این سالها فاتح بازار ایران بوده است در تمام زمینه ها و شریک سیاسی حکومت اسلامی بوده است یعنی بسیار محتاطانه با حکومت اسلامی در زمینه های مختلف همگامی می کرده است طبیعتا چین منافع خود را در نظر دارد و قاعدتا بنا به آن ایدئولوژی که چین با آن اداره می شود هیچ میانه ای تواند با مسائل اسلامی داشته باشد مگر اینکه فقط منافع خودش را مد نظر قرار دهد و یکی از منافعش بازی با مسائل رهبری جهان بود یعنی سهمی که برای رهبری جهان می تلبید از کشورهای بزرگی مانند امر... آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه اینک رفته است برای خرید نفت مذاکره کند این به چه معناست تصور می شود تصور می شود چین با دستگاههای اطلاعاتی عریض و طویلی که دارد میداند که در سالی که آغاز کرده این یک روز است احتمالا دیگر امکان حمل و نقل نفت از ایران ما به طرف دریاهای آزاد غیر ممکن خواهد شد نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با تلویزیون جهانی فاکس نیوز میگوید که آقای اوباما تردید ندارد که از نیروی نظامی علیه حکومت اسلامی استفاده کند در سفری که آقای اوباما به کشور ما کرد آقای نخست وزیر اسرائیل میگوید من مطمئن شدم که هرگاه تصور کند که حکومت اسلامی دارد به ساختن بمب اتمی نزدیک می شود بی تردید فرمان حمله نظامی را صادر خواهد کرد آقای اوباما می گوید که اگر حکومت اسلامی به بمب اتمی دسترسی پیدا کند امنیت جهانی به خطر می افتد نه فقط امنیت منطقه و طبیعتا ما نمیتوانیم بنشینیم و نظارگر آن باشیم که یک حکومتی مانند حکومت اسلامی امنیت جهانی را به خطر بیاندازد همه اینها حاکی از آن است که سالی که پیش رو داریم سال بسیار بسیار حساسی در طول ادوار تاریخ ایران است خامنه ای روی یک سالی که حماسه سیاسی به وقوع خواهد پیوست تکیه می کند آقای اوباما روی یک سالی که حکومت اسلامی وقت دارد تا ساخت بمب اتمی تکیه می کند نخست وزیر اسرائیل روی یک سالی که حکومت اسلامی وقت دارد تا بمب اتمی بسازد تکیه می کند و چینی که خرید نفت را از حکومت اسلامی محدود کرده بود شتاب زده تا آنجا که ممکن و مقدور است میزان خرید نفت را بالا میبرد و در کنار این با روسیه وارد مذاکره میشود برای خرید نفت اینها همه نشان دهنده آن است که سران جهانی سران سیاست های جهانی میدانند که حکومت اسلامی در مقطع تاریخی خود قرار دارد بگذریم از اینکه بنا به یک اندیشه عرض میکنم اندیشه بنا بر یک تئوری هر سی و پنج سال یک بار باید در ایران تحولات گوناگونی روی دهد تحولاتی که ما شاهد و ناظر آن بودیم که از دوران قاجار شروع شد و تا کنون ادامه داشته است هر 35 سال 36 سال 37 سال یک دوره اینچنینی تحولاتی در ایران ما به وقوع پیوسته است حالا در این میان آقای خامنه ای میگوید که اسرائیل اگر به و نگاه چپ به ما بکند ما اسرائیل را از نقشه جغرافیا محو میکنیم یعنی همان حرفی را میزند که آقای احمدی نژاد گفت و در دنیا جنجال به پا کرد و آقای احمدی نژاد آرام آرام از آن موزگیری کرده بود عقب نشینی کرد در داخل ایران چه میگذرد؟ همه معتقدند که یک حاکمیت دوگانه در ایران به وجود آمده است یعنی دیگر آقای خامنه فصل خطاب نیست دیگر تصمیم گیری نهایی را خامنه ای نمی کنند بلکه در اطراف او هستند کسانی که نقش های ویژه ای را بازی می کند. اما نمی گویند که با اتکاب به چه نیروی آقای خامنه ای با اتکاب سپاه پاسداران با باز گذاشتن دست سپاه پاسداران در تمام امور اقتصادی کشور یعنی سپردن شاهرگ اقتصادی ایران به دست سپاه پاسداران دارد حکومت میکنند اما آقای احمدی نژاد که به شدت در برابر خامنه ای موزگیری کرده است تا جایی که میگوید معلوم نیست که من در خرداد ماه از دنیای سیاست کنار بروم احمدی نجات به کجا تکیه دارد وقتی که چنین اوضاع و احوالی را جدا جدا و جز به جز مد نظر قرار می دهید و بعد می خواهید از این اجزای کوچک یک کلی را به وجود بیاورید در می که سالی که پیش رو داریم سالی بسیار پرماجرا خواهد بود و تردید نیست که ایران ایران ما ایرانی که ده هزار سال عمر مکتوب دارد بر خشت های خام این بار نیست از این ماجرا سربلند پیروز بیرون خواهد آمد تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید تا صبح روز دوشنبه همه شما عزیزان را به ایزد مهر میسپارم بدرود